رقص نیروهای طالبان در پنجشیر به احترامی به شخصیت‌های جهادی نیست. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می‌نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از روزنامه صبح کابل، ذبیح الله مجاهد: رقص نیروهای طالبان در پنجشیر به احترامی به شخصیت‌های جهادی نیست. سخنگوی طالبان اطمینان داده است که تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست بیشتر معلوم شود و از تکرار چنین اعمال جلوگیری خواهد شد. و دنبال بالا رفتن انتقادها از رقص و پایکوبی جنگجویان طالبان در محوطه مقبره شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که رویداد اخیر در پنجشیر پالیسی این گروه نیست. مجاهد چهار شنبه شب 14 سور در برگه تویترش نوشته است: چند تن در امام عید از ولایت های مختلف و خاطر تفریح به پنجشیر رفته اند که ممکن پایکوبی کرده باشند، ولی دقیق گفته می توانیم که هدف آنها توهین به شخصیت های جهادی نه، بلکه بی‌پروایی چند تن افراد می باشد. او افزوده است که چنین اقدام مورد تایید طالبان نیست، زیرا این گروه به شخصیت‌های جهادی افغانستان احترام دارند. سخنگوی طالبان اطمینان داده است که تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست بیشتر معلوم شود و از تکرار چنین اعمال جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که اخیراً ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که نشان می‌دهد افراد طالبان در محوطه مقبره شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، رقص و پایکوبی می کنند. بسیاری از کاربرانی که این ویدیو را نشر کرده اند می گویند که این رقص و پایکوبی به مناسبت عید سعید فطر در ولایت پنجشیر بوده است. نشر این ویدیو واکنش های زیادی را در میان کاربران شبکه های اجتماعی داشته است. حتی شماری از چهره های سیاسی حکومت پیشین نیز به این اقدام طالبان واکنش نشان داده اند. در عین حال احمد سعیدی در برگه رسمی فیسبوکش نوشته است: ای دوست، بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن که با تو همین ماجرا رود. رقص و شادی بر مقبره قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود از طرف گروه طالبان نشانه از جهالت، عقده‌گشایی و فقر انسانیت و اسلامیت است. دیگر توجیهی ندارد. در همین حال احمد شاه عظیمی می نویسد: در افکار عمومی جهان نام افغانستان تداعی کننده جنگ و ویرانی، مواد مخدر، نقض حقوق بشر و غیره است. اما در میان این همه احمد شاه مسعود معرف و هویت خوشنامی برای افغانستان است. اگر به تفرق موجود در داخل کشور غلبه نماییم، مسعود شناسنامه قابل فخر و مایه غرور برای شهروندان ما در کشورهای مختلف خواهد بود. در همین حال خبرگزاری کاویان می نویسد: امرالله صالح در واکنش به بی حرمتی طالبان در آرامگاه قهرمان ملی گفته است: خون ما به جوش آمده، فقط زمان در میان است و این کار طالبان حس انتقام را در وجود ما تقویت می کند. او در نوشته نسبتاً تند این کار طالبان را بی حرمتی، تبعیض و تجاوز خوانده است که به گفته او نقاب را از چهره طالبان پایین کرده است. جنگجویان طالب در آرامگاه قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود رقص و پایکوبی کرده
و تصاویر آن را در رسانه‌های اجتماعی همگانی کرده اند. نجیب بارور در برگه رسمی فیسبوکش نوشته است: پنجشیری باید یادداشت کند. پنجشیری باید تمام جنایت‌های پشتون را به حافظه بسپارد. پنجشیری باید ببیند که در خانه خودش چگونه مورد تهاجم و ترور است. پنجشیری اتن پشتون بر مزار سردار شهیدان تاریخ مسعود بزرگ را بایگانی کند. اگر نسل امروز پنجشیر اراده برگزاری قرصک پنجشیر را در مزار احمد شاه درانی و رحمان بابا نداشته باشد، دیگر در صف مبارزه ما نیست. چرخ گردون می گردد و روز دوباره بر مراد ما خواهد بود. نگاه ما به مسائل متمدانه است، اما با یک گروه وحشی طرفیم. یک زمان یک گروه از زنان پشتون به پنجشیر آمده بودند. احمد شاه مسعود در حضور داشت یک زن پنجشیری آنان را ملاقات کرد. زنان پشتون گفتند: مدت هاست شوهران ما اسیر شما هستند، آمده ایم که آزادشان کنید. احمد شاه مسعود برایشان گفته بود: آنان اسیر نیستند، مثل ما می خورند، می نوشند و آزاد گشت و گذار می کنند. احمد شاه مسعود دستور داده بود که برای همه آن اسیران جنگی لباس نو بسازند و با عزت با زنانشان رها شوند. حتی فکر می کنم که کرایه راه و یک مقدار پول اضافی نیز برایشان داده بود. اما ببینید همین قوم ناسپاس چگونه بر مزار او اتن می کنند. من یقین دارم که روزگار یکسان نمی ماند، مخصوصا در نقطه حائلی که عالمی از کشاکش جهان در آن متمرکز شده است. سیاست ها به زودی چهره عوض می کنند. فردا اگر کسی برایتان گفت عقده گشایی نکنید، نخست به دهان همان خیره سر بزنید. پشتون یک قرصک ملی به مزار احمد شاه درانی و رحمان بابا بدهکار ما شده است میپردازیم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.